سلام بر بینندگان عزیز برنامه پرتو نور و به نام خداوند هستی بخش تشکر میکنیم از توجه شما به این برنامه امیدواریم که بتونیم مطلبی رو که خدمتتون می میکنیم مورد توجه شما قرار بگیره عنوان مطلب امروز سرسپردگی و بردگی سیاسی هست در پی متنی رو که یکی از بینندگان اون برای ما فرستادن بحثی رو میکنیم در این ارتباط و کمک میگیریم از آقای بازرگان که بشکافیم این مطلب رو و جزیاتی رو از توش در بیاریم من اجازه بدید که متن رو به اون صورت که نوشته شده خدمتون بخونم اشاره شده به این که یکی از فرماندهان سپاه اخیرا مطلبی رو نوشته و به این صورت هست که آزمون ما در حال حاضر بندگی در برابر خدا نیست که را که سختتر از بندگی در برابر خدا بندگی در برابر کسی است که خدا ما را به بندگی و عبادت در برابر او امن کرده است شیطان که از فرشتگان مقرب خدا بود شش هزار سال هم خدا را عبادت کرده بود چون در برابر فرمان خدا در سجده به آدم اسیان کرد در آزمون الهی مردود شد و از بهش رانده گشت بندگی خدا و عمل به دستورات دینی دینی او به تنهایی هنر نیست کسانی که در برابر خدا بندگی می کنند هنوز در آزمون اخلاص و بندگی به درجه علاتر رسیده قایت بندگی بندگی در برابر بنده خداست و ما اکنون در برابر دین و در برابر این آزمون قرار داریم و باید در برابر بنده خدا که وظیفه ما بندگی و اطاعت در برابر او سربلند شد این این متنی بود که نوشته بودند و برای ما فرستاده بودند از آقای بازرگان تشکر میکنیم که آمدن اینجا بتونیم یه بحث یک ساعته ای رو با هم دنبال بکنیم در ارتباط با این و میخوام ببینیم که اصلا از نظر دینی در این مقدمه چنین سرسپردگی و بندگی و اشخاص چه اشکالی داره بله خیلی عجیبه من نخونده بودم یه مطلبی رو حالا برحال مطلبی که بینندگان نوشتن من یاده شعری از اقبال لاهوری افتادم میگه که آدم از بیبسری بندگی آدم کرد گوهری داشت ولی نظر قباد و جم کرد مگر از خوی قلامی ز سگان پستر است من ندیدم که سگی پیش سگی سر خم کرد یعنی آدم چون بصیرت نداشت بندگی یه آدم دیگه کرد گوهری که داشت در واقع اون استقلال شخصیتیش روح خداییش گوهری داشت ولی نظر قباد و جمع کرد قباط ها جمع ها پادشاه ها قدرتمندان رهبرای سیاسی دینی جامعه میگه هیچ سگی رو ندیدم که سرخم بکنه پیش سگی دیگه چطور یه انسانی میتونه بنده و برده یه انسان دیگه ای باشه حال این صحبت حالا من نمیدونم در کجا چاپ شده بوده حالا باید پیگیری بکنم که ببینم چگونه یه فرمانی رو به زیر دستا رده های پایین دادن ما بالاخره هر کاری بکنیم 2500 سال در نظام شاهنشاهی زندگی کردیم خو گرفتیم عادت کردیم در تمام وجودمون به نظر میرسه این بردگی و بندگی و اطاعت و شاهپرستی به نوعی هست حالا عوض میشه انابین ولی شخصیت ملی کما بیش همینطوره میخوایم کسی رو بوت کنیم بزرگ بکنیم میگه نفست او که مرده است از غم بی آلتی است در وجود مثل این که هر یک از ما یه شاه کوچیکی هست موقعیت پیدا نمیکنه و اگه نه همه دایه شاه شدن و قدرتمند شدن رو داریم در همه مردم هم زمینه بودسازی وجود داره دیگه یه داستانی در بنی اسرائیل هست داستان قوم حضرت موسی این همه مبارزاتی که حضرت موسی با فرعون کردن اون معجزاتی که در قرآن از نه داشت اسم برده اون قوم برده و توسری خورده و زلیل و اسیر بنی اسرائیل که با تازیانه اونا رو میزدن اون احرام رو بسازن اینا رو آزاد کرده حضرت موسی از دست فرعون نجات داده اینا رو برده به اون سرزمین معود به محضی که موسا در اون کوه تور یه چند روزی تاخیر میکنه به تعبیر قرآن برمیگردن به گوسال پرستی اون طلا و جواهراتشون رو ذبح میکنن و گوساله ای می یا یه جا میگه وقتی از یه قومی رد شدن که گوساله میپرستیدن به موسی هم گفتن وجع آله الهتا الها کما لهم الهتا برای ما می هم چیزی درست کن خیلی عجیبه که امروز ما این رو میخونیم که چطور این مردم بعد از این همه مجاهدت های حضرت موسی حالا اینا رو پشت سر هم میخونیم تو این کتاب ولی شاید 20 سال 30 سال طول کشیده کاملا نشون میده مردمی که از گذشته به زندگی با گوساله خوی گرفتن حالا این خودش یه نمادیه که چطور میشه یه دی برمیگردن به گوساله پرستی خب انسان ها از گذشته تاریخ با گاو و گوسفند زندگی میکردن دیگه همه چیز زندگیشون از فراورده های گاو یا گوسفند بوده دیگه حالا شیرشون ماستشون کرشون حتی پوستش رودش حتی فضولاتش که گرمایش زمستانشون میشده دیگه هیچ چیز دور ریختنی نداشته واقعا تمام وجودش عزیز بوده برای حالا شخم زمینشون هم گرفته تا مراحل دیگه وقتی که صدها سال هزاران سال طول میکشه در درونشون این تمایل قوت پیدا میکنه به تعبیر قرآن میگه و عشر بو فی قلوب هم اجله در قلبشون نوشیده بودند عشق گوساله رو یعنی اگه یه گوساله شون میمرده اون فیلم گاو داشتیم قبل از انقلاب دوچار مسخ میشه دیوانه میشه اون روستایی در حالی که شاید این اتفاق برای بچهش میافتاد این تأثیر رو نمیپذیرفت بنابراین طبیعیه که در دو سه هزار سال پیش یه جوامعی که با گاو و گوسفند زندگی میکردند اینا دو مرتبه برگردن بخوان خدای خودشون رو در همون قالب یک گوساله متبلور ببینن ما حالا تو تاریخ گذشته خودمون تو ایران ما گوساله پرستی نداشتیم ولی چیز دیگه ای داشتیم پرستش فرد مثل گوساله پرستی حالا انقلاب هم که شد برگشتیم به همون دو مرتبه یعنی بعد از 2500 سال که دیگران ما رو اداره کردند دو مرتبه خواستیم به کسی دیگر رو پیدا کنیم اونو بزرگش بکنیم همون مناسبات رو حاکم بکنیم بنابراین خیلی عجیب نیست که هنوز بیش از سال نگذشته از انقلاب باز شاهد بزرگ کردن چیزی که در تاریخ ما حالت گوسال پرستی پیدا کرده در واقع این خیلی فاجعه است که به اون جایی برسیم که بگیم که آزمون ما خداپرستی نیست بندگی بنده خداست و اینطور متوسل شدن به داستان سجده فرشتگان به آدم اون داستان نمادینی که تو قرآن اومده و اینی که اینم همونه آز زمین تاسه اون با هم فرق داره چه ارتباطی داره اون داستان به صورت نمادین سمبولی که در قرآن که خداوند به فرشتگان یعنی کارگزاران جهان هستی نیروهایی که بر ما ناشناخته است در واقع به اونا امر میکنه که به آدم سجده کنن سجده ای در قرآن به معنای دولا شدن که نیست در قرآن میگه کوه و دشت و صحرا همه برای خدا سجده میکنن ولی الله یسجد و من فی و لرز همه ای موجوداتی که تو جهانن از درخت و کوه و همه چی میگه تمام جنبندگان منظور از سجده یعنی در خدمت یک سیستم یک نظام بودن یعنی هماهنگ دارن کار میکنن توی کنسرت عظیم جهانیس. همه به اون سمفونی پیوستند اون دفتر نوت رو دارن میزنند در یکی از برنامه ها این رو توضیح دادیم که چگونه به دست رهبر ارکستر را نگاه میکنند سجده به این معناست حالا خداوند برای انسانی که پیشرفته ترین موجودات هست کامل ترین و پیچیده ترین هست به زبان سمبولیک نمادین به همه فرشتگان در واقع فرمان تکوینی در خدمت رشد انسان در آمدن رو میده یعنی انسان میتونه تسخیر بکنه همه طبیعت رو همه طبیعت در جهت رشد و کمال او هستند این یه معنای خیلی فلسفی و معنای سمبولیک داره در قرآن حالا از این داستان استفاده کردن اینکه چون شیطان ابلیس از سجده به آدم سربازد و از درگاه خدا رانده شد حالا چقدر مثلا عبادت خدا کرده پس مام آزمونمون اینه ما هم باید سجده بکنیم بندگی بکنیم بنده خدا رو این سختتر از بندگی خداست واقعا فاجعه است که در یه جامعه دینی حالا من که نخوندم این مقاله رو ندیدم مستقیما به این نتیجه رسیده باشیم که بله ما باید چشم و گوش بسته تسلیم مطلق فرامین رهبری باشیم یه نفر آخه چطوری هم چیزی ممکنه کجا چنین چیزی رو خدا بند به بندگانش میگه مگه رهبری حالا رهبری ایران یا هر جای دیگه کدوم یکی از اینا معصومن کدوم یکی از اینا بی همه در معرض خطا و خلاف هستن چطور ممکنه که خالق انسان ها همه انسان ها رو سوق بده به اطاعت مطلق از یک ولایت مطلقه فقیه که در معرض خطا و اشتباس بگه هر کاری اون کرد چشم و گوش بسته بکنید بندگی او مثل بندگی خداست واقعا این با عقل جور در میاد تو چارچوب شیعه هم همینطور اگه بگیریم شیعه حضرت علی وقتی که به قدرت رسیدن گفتن فلا تکفو ان مقالت به حق این و مشورت به عد مواد دست از انتقاد به من مثلا حرف حق زدن یا مشورت کردن سر باز بزنید و اینی لست و فی نفسی به فوق ان اختم من به نظر خودم بالاتر از خطا نیستم حالا ممکنه دیگران هی معصومیت و حرفایی به ترشن حضرت علی میگن من بالاتر از خطا نیستم مگر خودم من نفس کنه یعنی اصولا فس قدرت فسادآوره این از سخنان پیامبر اسلام که لا تا اتل مخلوق فی معصیت الخالق یک کاری که معصیت باشه نافرمانی خدا باشه اصلا قابل پیروی از یک انسان نیست هر انسانی میخواد باشه اتفاقا تو نامه حضرت علی به مالک اشتر که بزرگترین بهترین یارشون بوده اونو برای در واقع اداره سرزمین مصر میفرستن یه نامه برای مردم مصر دادن میگن اتی او فی ما تا حق تا اونجای که مطابق حق ازش اطاعت بکنید حالا برای یه جامعه دینی یعنی قانون و نظام دینی دیگه برای مردم مصر که هنوز مسلمان هم نبودن یا تازه مسلمان بودن یعنی تا اونجای که حق میگی ازش اطاعت بکنید چطور ممکنه که این قابل پذیرش باشه که مسلمانان وظیفه داشته باشند که بندگی یک انسان دیگه ای رو بکنن و هرچی در واقع او گفت اونو انجام بدن در حال هیچ کدوم اینا از نظر دینی قابل توجیه نیست هیچ کدوم اینا منطقی نیست پاسخ دینی نداره اینا جزی قلوب و شخصیت پرستی و پیروی از یک اخلاق تاریخی که تو جامعه ما بوده اسم دیگه ای روش نمیشه گذاشت خیلی متشکرم آقای بازرگان در ارتباط با این صحبتی که این فرمانده سپاه کرده و شاهد آورده سجده فرشتگان با آدم رو دلیل بر تایید سرسپردگی به رهبر ببینیم از جنبه قرآنی این رو چطور رد میکنه این مسئله رو یعنی این رو قاعدتا تایید نباید بکنه با این مقدمه اینکه شما گفتید ببینیم چه, چه, آیاتی رو میاره که واقعا این مسئله رو اصلا رد میکنه فراوان در قرآن آیات زیادی هستش که اصلا میگه که امکان نداره کسی مطلقا سرسپرده و مطیع کسی دیگه باشه هم من یادداشت کرده بودم اتفاقا در این بحث از سوره احزاب به شدت از آیات 66 تا 68 میگه یه دی در آخرت خیلی احساس مقبون بودن و باختن میکنن و تعجب میکنن فکر میکردن که دیگه جایگاه ما تو بهشته میگن قالو ربنا انا اتنا سادتنا و کبرانا خدای ما که تو دنیا مطیع ساداتمون بودیم سادات یعنی بزرگان دینی رهبران دینی فکری و کبرائنا بزرگان مثلا کشوری لشکری فا از از اونا ما رو گمراه کردن یعنی خدای ما چه تقصیری داریم ما چه گناهی داریم ما مقلد اونا بودیم ما پیرو اونا بودیم اونا وسیله گمراهی ما شدن ربنا و آتهم من العذاب خدای اینا رو لاغل چند برابر عذاب بکن که دل ما خونک بشه اینا ما رو فریب دادن گمراه کردن بعد میگن یا لیتنا اتعنا الله و اتعنا رسولا کاش که ما فقط از خالقمون و از رسول او اطاعت میکردیم این البته در بود دینی هستش یه جامعه دینی است یعنی در یه جامعه دینی اطاعت از رهبران دینی مطلقا پذیرفته شده نیست اطاعت به معنای در واقع در بست و پذیرش مطلق یعنی اون که مهمه فقط خالق و اون رسولی که حالا بر حال اون کتاب دینی رو آورده و مبلغه به صلاح اون شریعت بوده یکی دو تام نیست قرآن عبارات زیادی داره بعضی جاها بحث‌های مستضعفین و مستکبرین اینا در واقع به صورت نمادین در قرآن اومده که در آینده یه دی که خودشون رو مستضعف تلقی میکردن ای بابا ما که کاری نیستیم ما که سواد نداریم ما مقلدیم ما پیرویم هرچی گفتن انجام دادیم اون مرجع بود بزرگ دینیمون بود نمیدونم رساله داشت ما دنبال روی بودیم میگه همه اینا مردوده خدا میگه بابا بهتون چشم و گوش و عقل دادم خودت باید فکر میکردی کی من پذیرفتم که تو میتونی در بس مقلد و پیرو کسی دیگه باشی به زبانهای مختلف من حالا اینجا یادداشت کردم رابطه مستکبرین با مستضعفین نمیدونم رؤسا و مرعوسین با عناوین مختلف یه زبانی میگه که در آینده تأصف فوقلاده خواهند خورد یه ای که سرسپرده شدن فکر میکردن که این آلمان دینی در واقع هر جا اونا رو بردن مهم نیست ما که آمی هستیم ما که بیسوادیم اونا مرجن اونا نمیدونم یه عمری در این حوزه های علمیه بودن فراوان از اینا هستش که حالا در چارچوب برنامه ما نمیگن و فرصتی برای این نیست که من بخوام اینا رو باز کنم دیگه بحث فنی قرآنی میشه در هر حال پاسخی نزد خدا نداره به قول معروف میگن این حرفا مسموع نیست اصلا تو نظام خدا که یه آقایی یه چیزی گفت و ما هم دنبال او بودیم و امتحان ما فقط بندگی و بردگی و تسلیم مطلق در برابر فرامین اونه اینا من اینا توجیه در واقع تسلیمشون و بیشخصیتیشون در برابر کسان دیگه است خیلی ممنون شما اشاره به کردید به نکاتی رو که مطرح کردید یه حالت نکوهش هست از تبعیت از یه سری از حاکمان در اونهایی که قدرت در دست دارند ولی خب چیزی که صحبتی رو که این آقایون میکنن به این صورت است که ما تبعیت از اصطلاح بزرگان دینی و ولایت فقیهمون میکنیم و این با اون چیزی که مطرح کردید تبعیت اولیه متفاوته تفاوت میکنه میخواستم ببینم شما این تفاوتی رو اینجا میبینید یا اشاراتی قرآن در این زمینه داره از تبعیت از یک طبقه روحانی و ولایت فقیه اون تا... آیه که تا خوندم تأسف و پشیمانی و ندامت کسانی رو در آینده نشون میده میگن انا اتعنا سادتنا و کبراعنا سادات یعنی بزرگان در واقع دینی، فکری، فرهنگی کبرا اون بزرگان میگن کشوری و لشکری یعنی فرق نمیکنه یعنی تبعیت بیچون و چرا سرسپردگی به قدرتمندان حاکم یا ثروتمندان یا طبقه روحانیون حاکم این سه همیشه تو تاریخ با هم بودن به قول دکتر شریعتی میگه زر و زور و تزویر زر سمبل قدرت مالی زور سمبل قدرت ارتش قدرت نظامی تزویر هم سمبل قدرت دستگاه های حاکم روحانیته یا میگه تیغ و طلا و تسبیح تیغ اون شمشیر و قدرت طلا سمبل به اقتصاد تصویح هم باز فریب دینی یا استعمار و استثمار و استحمار خر کردن مردم سمرشون رو گرفتن یا مثلا سلطه بر سرزمینشون پیدا کردن در حال این ستا در تاریخ بودن سرسپردگیه به هر یک از اینا اینا یکیه معمولا این مسلس هم با هم کار میکنه مم. الان هم میبینیم اون چه که اتفاق افتاده در مملکت خودمون اینا یکاسه شده در واقع قوه قضاییه و قوه دینی نیروی دینی و نیرو غذایی اینا همه با هم یک پارچن، همه داره زیر چتر سپاه یا نیروهای به صلاح دینی خاص اینا داره مجتمع میشه بنابراین اینا توجیهگر نیستش جای دیگه قرآن هم البته از تجربیات اقوام گذشته مثال آورده قوم بنی اسرائیل که به حال تجربه دینی رو تجربه توحیدی رو در تاریخ او انجام داده دیگه بارها در قرآن از علمای دینی اونا سخن میاره در میان احبار و رهبان در واقع احبار اون قشر درس خونده به صلاح قانوندان و فقیه مثلا یهودی و مسیحی بودن رهبانمون مقدسین و اینا ترسایان به صلاح میگن در اونجا میگه مثلا اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله اینا اینا رو ارباب گرفتن صاحب اختیار گرفتن حلال و حرام کردن پذیرفتن حلال و حرام کردن پذیرفتن یعنی در بس رفتن دنبال دستگاه روحانیتشون مقلد اونا شدن میگه در حالی که و ما امرو الا لیعبد الله الهن بایدن در حالی که معمور بودن که به خدا به هیچ چیزی سر سپردگی نداشته باشند این تو سوره به سالا توبه آیه سی و یک این رو مطرح کرده در جای دیگه باز هشدار میده میگه این نکثیر من الاحبار و رحبان بسیاری از این علمای دین مراجع به سالا بزرگان لیاکلون اموال الناس بالباطل مال مردم رو میخورن قارت میکنن بیت المال و سلطه پیدا میکنن بر اقتصاد جامعه نه تنها قارت میکنن مملکتو بلکه یسدون ان سبیل الله باز میدارن مردم از راه خدا یعنی برخلاف تصور مردم که اینا دعوت کننده و رهگوش های راه خدان بلکه برعکس اینا صد راه خدان برای اینکه یبغونه ها اوجن این راه کج میکنن یعنی راه فطری راه طبیعی به سوی خدا راهی که با آزادی با میل و اختیاره اینو انقدر میپیچونن در قوانین و نظامات خودشونو براش نمیدونم هزار جور بخشنامه و نمیدونم چیزایی میذارن این راه طبیعی رو خرابش میکنن یعنی دین رو آلوده میکنن دین رو مسموم میکنن به جایی که مردم با شوق و اشتیاق علاقه پیدا کنن جذب اون دین بشن متنفر میشن منزجر میشن چون دین و مساوی عمل کرده خودشون قرار میدن تعالیم خودشون و آثار فکری خودشون رو به جای دین جا میزنن در جای دیگه قرآن اتفاقا حتی گفته که وای بر کسانی که نوشته های خودشون رو به عنوان دین جا میندازن میگه ویلون للذین یکتبون الکتاب بعیدی هم با دست خودش نوشته این تز و این تئوری رو این ولایت فقیه ها ثم یقولون هاذا من بعد میگن اینا خداییه اینا دینیه همون ولایتی که خدا داره پیامبر داره ائمه دارن ما هم همونه داریم برای چی رو بهی ثمنا قلیلا تا به یه چیز مفتی بی ارزشی تو دنیا برسه یعنی قدرت و ثروت بفروشه دین دینو دکان دنیا بکنه میگه فویل لهم مما كتبت ایدیهم وای بر اون چیزایی که به دست خودش نوشته این تز و تئوری و نظریه خودشه و ویل لهم ما یکسبون وای بر اینها از اون چی که به دست آوردن در این دین فروشی کالایی که در ازاش کسب کردن هیچ آیه ای در قرآن به شدت این نیست سه بار در یک آیه گفته وای بر این دیندارانی که اندیشه ها افکار نوشته های خودشونو به عنوان دین جا میندازن دین خدا رو بعد از کتابش گرفت فراوان در قرآن ده ها آیه هستش که مذمت های بسیار بسیار شدیدی از پیروی چشم و گوش بسته از رهبران دینی آمده یعنی با بیان تجربیاتی که اقوام پیش داشتن حالا ما خیلی برام روشنه که هزار سال دنیای غرب اروپا اسیر این دستگاه کلیسایی بود دیگه در دوران تاریک قرون بستا با اون دادگاه های تفتیش عقایدشون انکیزیسیونشون و چه دانشمندانی چه متفکرینی حتی دینداران خالص مبهد خداپرست و سوزوندنشون با کتابهاشون اینا رو بالاخره جلو چشم ماست قرآن هم همه اینا رو مطرح کرده که شما حواستون جمع باشه کلا سرتون نره هم مال و انبالتون رو قارت میکنن هم دینتون ازتون میگیرن بنابراین اینا که اگه کسی با الفبای قرآن آشنا باشه خونده باشه میفهمه که چقدر به زبان قرآن بیان قرآن ضد سلطه یه طبقه به نام دین هست میگه اصلا مجاز نبودن هیچ پیامبری هیچ مثلا مبلغ دین که انتظار داشته باشه مردم دنبال اونا بیان اسیر و عبید و برده اونا باشن میگه انبیا هم میشه به مردم اینو میگفتن کونو ربانیین خودتون ربانی باشید خودتون پرستش خدا رو بکنید به ما تعلمون الکتاب از طریق تعلیمی که میگیرید کتابی که خودتون میخونید و به ما کنتم تدرسون از طریق تدریس از طریق درسی که میخونید تعلیمی که میگیرید خودتون با خدا خودتون ارتباط برقرار بکنید یعنی پیامبران و مبلغین اصیل دین پای خودشون رو میکشیدن کنار دست بندگان رو به قول معروف در دست خدا میذاشتن و خدا فرز میرفتن کنار به ما چه مربوطه؟ ما کاری نیستیم این ما فقط آمدیم شما رو آشنا بکنیم با آفریگار خودتون حالا توی و دیگه خودتو با او این راه مستقیم در واقع ادامه بدین این واسطه رو حس میکردن اصلا دین توحیدی اصل و اساسش حذف این واسطه هاست و ارتباط دادن مستقیم بنده و خالق خودش چون دینداری یه امر درونیه امر درونی با یک امر واسطه پارتی بیرونی که تحقق پیدا میکنه تا این اتصال و ارتباط حضور قلب مستقیما برقرار نشه اصلا دینداری انجام نشده تا تجربه شخصی دینداری صورت نگیره دین تقلیدی نیست واسطگی نیست چون یه امر مکانیکی نیستش که ما این وسط به کسان دیگه بگیم حالا برین این کار بر ما بکنین برای اصل و اساس اصلا این انتظاری که یک کسانی دارن که مردم عبد و عبید و برده یک رهبر دینی باشن حالا هر کسی میخواد باشه کاری به شخص یا زمان و مکان خودمونم ندارم این اصولا با فلسفه دین در تضاد و تناقض آشکاره خیلی متشکر طرز ت... تا... بازگان طرز تفکری که تایید میکنه این نو طبعیت رو از رهبران دینی و ولایت فقیه اینها عملا اشاره میکنند به یکی از آیاتی رو که اشاره بهش میکنن سوره نسای 59 هست مهم. که اونجا میفرماید که از خدا و رسول و اول الامر اطاعت کنید خب این احتمالا از کلمه اولال الامر استفاده مهم. میکنه احتمالا من فکر میکنم شاید جا داره صحبتی بکنیم که اول الامر به چی هست و آیا این این استناد تاییدیه ای هست برای اون کار یا نه بله من به توانی استدلال و خیلی شنیدم که مطرح میکنن که قرآن خودش دستور داده که ما از اول الامرمون اطاعت کنیم اول الامر میگن یعنی ائمه اونا که الان نیستن یعنی ما یعنی فقیهان آیه در واقع همینه که توی جامعه دینی البته سه تا اطاعت داره میگه ای کسانی که ایمان آورده اید اطیع الله یک اطاعت از خداست یعنی جامعه دینی دیگه جامعه اسلامی که تأسیس شده به نام خدا و قرآن حالا جوام امروز دیگه شکل دیگه ای داره دیگه جامعه مدنی امروز حالا دیندار بی مسلمان مسلمانن یهودیان با هر هرچی هستن دیگه مناسبات خاص خود شده داره ولی این آیه توی جامعه است که به نام اسلام تأسیس شده میگه یک باید اطاعت از خدا بکنید دو اطاعت از رسول سه اول الامر اول الامر یعنی مسئولینتون صاحبان امر یعنی کسانی که شهردار مثلا نمیدونم فرمانده جنگ هر چی هست اول الامر در اصطلاح دینی اصطلاح قرآنی یعنی کسانی که مسئولین امورتون هستن کارا رو دارن اداره میکنن حالا بعضیا میگن اول الامر یعنی ائمه خب حالا اونا در زمان خودشون بهترین کاندید بودن برای اینکه به عنوان اول الامر انتخاب بشن حالا شدن یا نشدن یعنی معنای کلمه اول امر که نمیتونه اختصاص به یه طبقات ویژه داشته باشه اول امر اصلا معناش مثل آب خوردن روشنه در هر کتاب لغت هم اگر برن. یعنی مسئولینتون خب مسلمه تو یه جامعه دینی اگه از خدا و رسولش اطاعت نکنن از مسئولین کشوری که خب که سنگ رو سنگ بند نمیشه دیگه چه جامعه ای یعنی اصل اطاعت از اول امر یعنی مسئولین حتی از سپور شهرداری بالاخره اگه یه نظاماتی است باید اطاعت کرد ولی این آیه دنباله داره که اون آیه دنبالش رو متاسفانه نمیخونن آیه بعدیش راجع به اختلافه تنازه <تصفح> تنازع یعنی نظاهه. خب کسی که با خدا که نزاع نمیکنه با رسول که از دنیا رفته نزاع نمیکنه آنچه که مطرح میکنه اختلاف مردم با حاکمان با زمامداران با مسئولین امور اونا که مطلق نیستن اونا که معصوم نیستن میگه حالا فئن تنازعتون فی شیء اگر در کاری اختلاف پیدا شد چی کار باید کرد؟ میگه بازگشت به اون دوتا اصل پذیرفته شده است فا این تنازتون فیشن ردوه الالله و الان رسول برگردید به اون به صلاف پرنسیپ های اصلی یعنی قانون قانونی که توی جامعه دینی بوده یعنی اختلاف ملت با دولت بازگشت به قانونه که قانون چی میگه حالا جامعه ما قانون اساسی حالا جامعه دینی اون موقع کتاب و سنت بوده یعنی پس با زمانداران هم میشه اختلاف پیدا کرد اتفاقا جالبه این سخن رو تو همون اهدنامه مالک اشتر حضرت علی به مالک میگن که میخوای تو بری مصر حکومت بکنی سرزمین پهناور مصر اگه تو اختلافی با مردم پیدا کردی یعنی کارهای خطیر و مهمت شد خداوند برای راهنمایی مردم این چنین دستور داده که اگه اختلاف پیدا یعنی تو توی مالک اشتر که رهبر کشور مصر میخوای بشی مردم اگه با تو اختلاف داشتن نمیگه حق با توه چون تو مسلمون مثلا 30 ساله 40 ساله هستی اونا مثلا هنوز مسلمون نیستن یا تازه مسلمانن نمیگه تو ولی امری هرچی تو بفرمایی نمیگه برگردید به اون اصل و اساس که کتاب و سنته یعنی قانون اساسی که برای یه جامعه مطرح هست بنابراین اینم از بسالان بی اطلاعی است که بعضیا دارن این آیه رو نخوندن نمیدونن دو بخش داره اتفاقا داره تأکید میکنه که اختلاف با اول الامر هستش که حق با اول الامر نیست حق نه با مردمه نه با اوناست حق با قانونه که بینه قانون چی داره میگه بازگشت به قانون بنابراین حالا اگر برای مردم میساقشون قانونه حالا بگذاریم که درش تعارض ولایت فقیه هم وجود داره ولی بازگشت به حقوق مردم در قانون اساسیه که این حقوق آیا هستش یا نیستش این در حال محور مورد پذیرش همه مورد نظره بسیار عالی آقای بازرگان شما بهتر از همه اطلاع دارید این در فرهنگ دینی ما خب اکثریت ملت دیندار هستند به نظر میاد و اینها مسئله تقلید اجرا میشه یعنی قسمتی از فرهنگ دینی ما هست حالا حداقل در نسل های گذشته در نسل جدید ممکنه متفاوت باشه ولی در نسل های گذشته این ریشهدار بوده و مورد تایید بوده میخواستم ببینیم می مسئله تقلید رو چجوری در این قالب میشه به اصطلاح حلش کرد تقلید و خود آقایون میگن تقلید در فروع شرعی است حتی شما کتاب های رساله را بخونین اولش میگن که اصول دین تقلید بردار نیست پذیرفته نمیشه یعنی خداشناسی آخرت نبوت همه اینا باید با شناخت و با تحقیق باشه میگن در واقع تقلید مسائل خیلی فرعیه که همه وقت ندارن بهش برسن حالا این سوال هم البته مطرحه که وقتی که در مسائل اساسی شناخت خدا، آخرت، هدایت، اخلاقیات کسی مجاز نباشه تقل... ته... تقلید بکنه و همه اینها در واقع نیازمند تحقیق باشه خب چطور در فروع نتونه حالا میگیم که وقتم نکنه خب وقت نکنه خب باید بره بپرسه بفهمه و بعد عمل بکنه در قرآن سوره 17 سوره اسراس آیه 36 میگه که لا تخف مَا لَيْسَ لک به علم هرگز چیزی رو که علم نداری دنبالش نرو یعنی عمل نکن تا تقفو از قفایه میاد یعنی دنبال کسی چیزی ایدولوژی اسمی اسمی چیزی رفتن یعنی مطلقا دنبال کسی نرو پیروی از یه فکری که علم نداری نکن چرا برای اینکه میگه نسم اول بسر اول فعاد این سه ابزار شناختت چشم گوش عقل یعنی چشم داری بری ببینی تحقیق کنی گوش داری برو بشنو از این تحقیق بکن یعنی هم بخون با چشمت هم برو بشنو و هم تجزیه تحلیل بکن با فعادت با قلب میگه اینا پیش خدا مسئوله یعنی من این ابزار شناختو به تو دادم که خودت فکر کنی اندیشه کنی این تحول در درونت اتفاق بیفته چرا سر سرسپرده رفتی تقلید از کسی کردی برابری اساسا در قرآن تقلید مقبول نیست تقلید پذیرفته شده نیست البته میشه سراغ آلمان دین رفت اگر سوادی داشته باشن ازشون پرسید جوابش رو دریافت کرد فهمید شناخت و بعد عمل کرد یعنی اون دیگه سرسپردگی نیست تقلید کورکورانه نیست بنابراین این رابطه اگه درست انجام بشه خوبه چه اشکالی داره آدم بره بپرسه از چندین نفر لازم هم نیست که یه مقلد پیدا کنه در بس هرچی اون آقا گفت اینا دیگه من دراوردیه چیزیست که بعد از دوران قاجار اتفاق افتاده ما در تاریخ اسلام هم مرجعیت نداشتیم تقلید نداشتیم این حرف های چیزهای کاملا جدیده از زمان یعنی در دوران شعباس زمان شیخ بهایی شعباس شیخ بهایی که یه عالم دینی بوده میگه که من وقتم ندارم حوصلم ندارم تو خلاصه دینه به من بگو من با چیکار بکنم اونم یه جزوهی می نویسه به نام جامع عباسی معروف میشه جامعه همه چی اون تو خلاصه ای. این میشه مبنا این کتابای رساله های ما بعد از اون یه حاشیه بهش میزنن کم میکنن زیاد میکنن معمولا این هم که نبوده تو هر شهری عالم دین پاسخگوی نیازهای شهری مردم بوده اونام پاسخهای میدادن کتابایی بوده به نام جوابات یا عجوبه پاسخهاشونو رو استدلال میکردن به قرآن به حدیث به عقل این اوائل هم غیر از این بوده که مردم سرسپرده باشن میخوندن چیزایی رو پاسخ و استدلالا رو مردم میشنیدن ولی یواش یواش همینا تعطیل شده مردم اکثرا اهل تحقیق نیستن دیگه حوصله ندارن آقا بگو چیکار باید بکنیم این نمیخوام بگم تقصیر اون آقایون روحانیونه این به صلاح تنبلی ملی باعث شده که انتظار داشته باشن یکی بهشون دستور بده یواش یواش تبدیل به این اوضاع شده که فقط یه آقایی بگه که حالا قبل از انقلاب تو مسائل فرعیه ی شرعیه بود شکیات نماز حالا شده به کی رای بدیم کی رو برای رئیس جمهوری انتخاب کنیم آقای مسجد چی میگه آقای مسجد چی چی میدونه کجا تحلیل سیاسی میدونه چه خبره یعنی یه مرتبه این تقلید وارد مسادیقش میشه که دیگه چه تصمیم گیری ما باید بکنیم اینا همه دیگه چیزایی که متاسفانه انحراف پیدا کرده از اصل و اساس دین که ما تقلید این چنینی اصلا نداشتیم و نداریم و هیچ پایه دینی هم این نوع تقلید ها نداره ارز کردم باید حسابش رو جدا بکنیم پرسیدن از علمای دین فهمیدن و عمل کردن به جای خودشه هیچ اشکالی نداره این شیوه برخود زیر سآله در خیلی متشکرم. بیننده عزیزمون که سال اول رو مطرح کرده بودن در ارتباط با این صحبتی که این مقام ارشد سپاه کرده بوده در جای دیگری می که ایشون گفته آن فرمانده در استدلالش برای تعطیل عقل و تبعیت از رهبری به داستان صالح پیامبر و شطر او اشاره کرده بود که طبق فرمان خداوند مردم آن شهر باید طبق نوبت یک روز آب سرچشمه را به شطور واگذار میکردن که امری غیر معقول بود و به این دلیل زیر بار این تقسیم نرفتند و شطور را کشتند و چون به جای تبعیت از فرمان به عقل خود مراجعه کردن مشمول عذاب شدن که ایشون خواستم ببینه خب این اصل ماجرا واقعا چی بوده منظور از این مسئله که به این صورت مطرح شده ایشون گفته آیا درست فهمیده این مسئله رو یا مطلب چیز دیگری رو میخواست جا بیندازه خدا خیلی عجیبه واقعا بله داستان البته قوم حضرت صالح پیامبر و اون شطور خاصی که بوده تو قرآن اومده و میگه اون مردم و شطور رو هم کشتن عذاب هم آمد ولی این رو به تفصیل باز کرده تو قرآن که داستان چی بوده آیا چون شطور رو کشتن عذاب بر اون آمد قرآن در واقع قوم سمود رو به عنوان یک تجربه تاریخی که ارتشیا، نظامیا، سپاهیان سلطه پیدا کرده بودن مطرح میکنه میگه هل اتا که حدیث جنود به پیامبر داستان سپاهیان رو جنود رم جنده یعنی سپاه شنیدی فرعون و سمود یعنی دو تا سمبل تاریخی تو قرآن برای یک حکومت پادگانی حکومت نظامی آورده یکی قوم فرعون یکی قوم سمود هل که حدیث الجنود فرعون و سمود خب قوم فرعون که یه نظام سرکوبگره خیلی روشنی که فرمانده نظامیش هم هامان بوده دیگه قارون سمبل ثروت هامان قدرت نظامی و فرعونی سه تا دست به دست هم دادن یکی هم قوم سمود که میگه سمود جاب و صخر بالواد چگونه قدرت داشتن سخره ها رو کوه ها رو میتراشیدن خانه ها استحکامات نظامی در دل کوه الذين <الزینا> تقوا في البلاد <تقیان> کردند یعنی در قرآن همه جا صحبت از قوم سموده نیرومندی بدنی ستبر بودن ها و سلطه نظامیشون تو جامعه بوده حتی در سوره نمله میگه که اینا نه گروه تبهکار بودن کان فی المدینه تسعت و رحتن نه تا گروه بودن یفسدون دائما فساد میکردن فساد نه فساد بهمعنی اخلاقی ولا یسلحون اصلا اهل اصلاح تو جامعه نبودن یعنی عرازل و اوباشی که طبقات پایین لباس شخصیایی به تناسب اون روز که سلطه داشتن بر جامعه میگه اینا با هم همقسم هم قسم شدن تقاسمو بالله یعنی نشون میده دی دینی هم بودن یعنی یه عده تبهکار مرتجع دینی با هم قسم میشن اینو خوب باید توجه کرد تقاسمو بالله به خدا سوگن میخورن که شب حمله بکنن به صالح و یارانش لنوبیتن و اهله شب موقعی که تاریک همه جا حمله میکنیم ترورش میکنیم هم خودش رو و هم طرفدارانش رو و نقولون لأهلهی بعد خواهیم گفت قطعا به اهل و به طرفداران خواهیم گفت که ما کننا محلکه ما ما نبودیم شاهد در محل هلاکت او و انا لصادقون راست میگیم باور کنید هزار جا قسم آیم بخورن یعنی قرآن مخصوصا این داستان آورده که چگونه این گروه ها حرکت در تاریکی ترور در واقع این پیامبر و طرفدارانش رو و بعد ادعای این که ما اصلا نمیدونیم چه اتفاقی افتاده بنابراین میبینیم این ریشه زنجیره ای و قتل های محفلی اینا اینا سابقه تاریخی داره که یه دم کی بود کی بود من نبودم بخوام بکنن و از سر خودشون باز کنن همه اینا رو از قوم سمود قرآن بیان کرده که چه شرایطی بود؟ چگونه نظامیان حاکم بودن حالا یک نماد وصلال اسیان و نافرمانی در برابر خدا اون داستان چیز رو مطرح کرده اون شطوری که حالا تو یه آبشخوری بوده حضرت صالح میگه کاری نداشته باشید مزاحمت نکنید ولی میگه اینا رفتن اون رو کشتن کی این کار کشتن کی این کار کردن میگه کذبت سمودو به تقواها ازن بعث اشقاها تقوای باطه دست داره میگه این قوم تقیانگر شده بودن چرا تقیان شده یه کی تقیانگری اتفاق افتاد ازن بعث اشقاها وقتی اشقیا به قدرت رسیدن یعنی اشرار یعنی تبهکاران به قدرت رسیدن سلطه پیدا کردن تمام جامعه رو زیر سلطه خودشون بردن کار به اینجا کشید که دیگه هیچ وقعی به گفته اون پیامبرشون هم نگذاشتن پس اینی که حالا استناد کردن که چرا ما اقلانیت علت عذاب قوم سبا این بوده که اقلانیت رو به کار بردن به جای که سرسپرده باشن عقلشون رو به کار بردن که چرا یه روز مثلا نوبت آب برای ما باشه یه روز نوبت مثلا برای اون شطور باشه و این مردم چون اقلانیت رو به کار بردن خدا عذابشون کرد این یک برداشت بسیار ارتجاعی و غلطه قرآن اصلا این حکومت نظامی رو در واقع سلطگری به صلاحی دی جنود پاسداران رو بر یک جامعه داره محکوم میکنه که کارشون به اونجا کشید که اشقیا رو آمدن به قدرت رسیدن درست برداشت وارونه اون چیزی که در اینجا انوان شده سرنوشت جامعه که به اونجا برسه میگه که در واقع از بین رفتن اون جامعه خواهد شد اتفاقا تو اون آیم میگه که در واقع قوم سمود که به اینجا رسیدن گرفتار اون عوارض و عواقع به این ستمشون شدن یک توضیح هم اتفاقا در نهج البلاغه حضرت علی به این آیات دارن میگن قوم سمود علت این که این گرفتاری ها رو عذاب ها رو پیدا کرد به خاطر سکوت مردم بود میگن درست یه نفر اون کشت اون شطور ساله ولی همشون عذاب شدن به خاطر اینکه همشون رضایت دادن به اون جنایت یعنی اگر جامعه سکوت بکنه بی تفاوتی نشون بده در برابر سلطگران نظامی ساکت باشه کاری نکنه همه گرفتار اون سرنوشت میشن یعنی فتنه وقتی که میاد تر و خشک رو جامعه رو همه رو نابود میکنه نتیجه ای که اتفاقا حضرت علی در اون بخش نهج و براغه از این مجموع آیات قوم سمود گرفتن درست برخلاف این چیزی است که الان داره تبلیغ میشه توی اون تشویق به مردمه که جلوی این سلطه و زور و سرکوب و این فریب رو بگیرید وگرنه همه گرفتارش میشین حالا این برداشت آقایان تو این جامعه میکنن که چون مردم اقلانیت رو به کار بردن تعبد و سرسپردگی نداشتن گرفتار این مشکل و عذاب شدن که این به بزرگ نشون میده که برداشت غلطی است خیلی تشکر آقای بازرگان نکات جالبی رو گفتید و اشارتی که از آیات قرآن کردین امیدواریم یک مقدار مسئله رو بیشتر باز کرده و جای تفکر برای بینندگان عزیزمون در هر طبقه ای که هستند عملا گذاشته باشه من دیگه سوال دیگری رو ندارم آقای بازرگان اگر که در خاتمه نکته‌ای هست بفرمایید در غیر این صورت با بینندگان عزیز خداحافظی میکنیم من عرض خودم رو کردم و مطلب ویژایی نیست به حال برای کسانی که بعدا پیوستن به ما از آغاز این برنامه حضور نداشتند سالی که یکی از بینندگان مطرح کرده بودن مبتنی بر یه نامه یا یه بحثی بود که یکی از فرماندهان با عوامل زیر دست خودشون کردند که آزمون ما امتحان این روزگار ما بندگی از بنده خدا کردنه نه بنده خدا چون بندگی خدا که کار مشکلی نیست و بندگی خدا کردن سخت داره و اشاره کردن به داستان فرمان خدا به فرشتگان برای سجده به آدم که همه سجده کردن ابلیس سجده نکرد یعنی این بس متری که همطور که خدا گفته که به یک کسی پایین تر از من شما باید سجده کنید یعنی آدم ابلیس نکرد پس مطرود درگاه حق شد پس آزمایش امروز ما هم این هست که به یک بنده خدا تعبد و تسلیم و سرسپردگی داشته باشیم مقداری این بحث شد که چنین چیزی استنباط بسیار غلطیه هیچ و خداوند بندگانش رو مجبور نمیکنه که از یه انسانی که مثل اونا هست هیچ چیزی فضیلتی برتری نداره و معصوم هم نیست در معرض خطا و خلاف و اشتباه هم همواره هست و بوده و همم هم تجربه کردن و هیچ انسانی نیست که بتونه بیعیب و نقص باشه چنین چیزی به طور آشکار مردود در یک نظام فکری که کسی از کسی بخواد تبعیت مطلق بکنه یک تمثیل دیگه ای هم کرده بودن اشاره به داستان صالح پیامبر که چون مردم فرمان او را عقلانی ندونستن تسلیم و تبعیت نداشتن عذاب شدن اینا هم که در این توضیح آخری نشون دادیم که اصلا برداشت این چنین نبوده زمان صالح پیامبر سلطه سپاهیان بر یه جامعه بوده به تعبیر قرآن جنود جند یعنی لشکر ارتشی یعنی سپاه در واقع و چه عوارضی تو اون جامعه به وجود آمده بوده ترور تصمیم ترور صالح و یارانش اون نوع شیوه برخورد و اون نوع حکومت پادگانی نظامی است که باعث منقرض شدن اون جامعه و مردمی که حاضر نشدن در برابر این انحراف جامعه انتقاد بکنن مبارزه کنن و درگیر بشن این تجربه تاریخی رو در مقابل ما قرآن قرار داده که علت انقراض جامعه که حالا با اون تعابیر دینی البته گفته میشه چی هست ملازم میکنیم که چگونه برداشتها ها کاملا واجگونه و خلاف اون اصل و اساسی که در قرآن اومده بیان میشه و این نمونه و مستاق واقعی تحریف دینه تحریف کتاب خداست که آدم مفاهیم رو برگردونه به صورت ضد خودش در بیاره در هر حال در یک نظام دینی اگر کسانی به خدا اعتقاد دارن فقط خداست که قابل پرستشه همه ما انسان ها مثل هم هستیم کم و بیش هیچ کسی حق نداره از اون حدود و سغور خودش تجاوز بکنه انوانی که در قرآن به کار برده برای رشد و سلطه یک انسان کلمه تاغوته تاغوت از ریشه تاغیان میاد هر انسانی حالا تاج داشته باشه یا امامه داشته باشه یا هیچی رو سرش نباشه یا عبا داشته باشه یا نظام نظ... لباس نظامی داشت فرق نمیکنه. کنه تاغ... تاغوت یعنی کسی که از اون حدود و سغور و محدودیت های قانونی خودش انسانی خودش تجاوز بکنه انتظار داشته باشه یه ملت نمیدونم پنجا میلیونی هفتاد میلیونی صد میلیونی بیشتر یا کمتر همه عبد و سرسپرده او باشن همیشه در قرآن توحید رو خداپرستی رو در برابر تاغوت سرسپردگی به تاغوت قرار داده اون که ما در خطرش قرار داریم همین خطر در واقع رشد دو مرتبه تاغوت و تقیان حالا یک فرد یا یک سازمان یا یک گروه یا یک نهاد نظامی و اطلاعاتی و امنیتی بر کل جامعه باشیم. این میشه نظام تاغوتی در واقع و وظیفه همه مردم هم هست که در برابر نظام تاغوتی راهلای مناسب زمان خودشون رو پیدا کنن که چگونه حال به تعادل و به اصلاح اون رو در بیارن خیلی متشکر تشکر میکنیم از بیننده عزیزمون که با این سوالشون اجازه دادن که این برنامه رو خدمت بقیه بینندگان عزیز عرضه کنیم و مورد توجه همه شما قرار گرفته باشه تشکر دوباره از شما آقای بازرگان و به با امید دیدار شما در برنامه دیگری خدا نگهدار حافظ و نگهدار همه شما